شورای اتحادیه اروپا بیانیه نماینده عالی درباره پیوستن هشت کشور اروپایی به اتحادیه اروپا در لیست گذاری معاونت امنیت وزارت اطلاعات و دیپلمات تروریست ها و سرپاسداران رژیم آخوندی 25 فوریه 2020 آلبانی، ایسلند، اوکراین، بوسنی هرزگوین، سربستان، جمهوری مقدونیه شمالی، مولداوی و مونتنگرو به این لیسگزاری پیوستند. تمدید لیسگزاری تروریستی اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران. سعید هاشمی مقدم، معاون وزارت اطلاعات رژیم ایران. اسدالله اسدی. منصور ارباب حامد عبداللهی عبدالرزا شهلایی و علی قلام شکوری سیزده جانبیه دو هزار و بیست. عالی اتحادیه اروپا به نمایندگی از این اتحادیه روز 25 فوریه در مورد همسو شدن شماری از کشورهای دیگر اروپا با لیست افراد، گروهها و نهادهای مشمول اعمال اقدامات مشخص مبارزه با تروریسم بیانیه ای صادر و اعلام کرد در تاریخ 13 ژانویه 2020 شورای اتحادیه اروپا تصمیم لیسگذاری تروریستی را تصویب کرد این تصمیم شورای اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای دخیل در اقدامات تروریستی را بروز کرد این موضوع در موزه مشترک اتحادیه اروپا در 27 دسامبر 2001 مشخص شده بود کشورهای کاندیدای عضویت اتحادیه اروپا شامل جمهوری مقدونیه شمالی، مونتنگرو، سربستان و آلبانی و همچنین کشورهایی که در روند سوادسازی و کاندیدای احتمالی اتحادیه اروپا هستند شامل بوسنی ارزگوین، ایسلند، اوکراین و جمهوری ملداوی با این تصمیم همسو شدند. آنها تضمین خواهند کرد سیاستهای ملی کشورشان با این تصمیم شورا منطبق باشد. اتحادیه اروپا از این تعهد اطلاع پیدا کرد و از آن استقبال می کند. در بیانیه 13 ژانویه 2020 اتحادیه اروپا درباره تمدید لیستگذاری دیپلمات تروریست ها و سرپاسداران حکومت آخوندی آمده است. اتحادیه اروپا فهرست تروریستی خود متشکل از افراد و سازمان های مشمول تحریم ها را تمدید می کند. شورای اتحادیه اروپا امروز لیست تروریستی اتحادیه اروپا را که افراد، گروه ها و نهادهایی که مشمول اقدامات محدود کننده با هدف مبارزه با تروریسم هستند، تمدید می کند. افراد، گروه ها و نهادهای درد شده در این لیست مشمول انجماد منابع مالیشان و سایر دارایی های مالی در اتحادیه اروپا هستند. همچنین برای گردانندگان اقتصادی اتحادیه اروپا ممنوع است که منابع مالی و منافع اقتصادی در دسترس آنها قرار بدهند. شورای وزیران اتحادیه اروپا در ابتدا این لیست را به عنوان اجرای قدنامه 1373 مورخ سال 2001 متعاقب حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تشکیل داد. این شورا لیست را به صورت نوبه‌ای حداقل هر شش ماه بر مبنای یک تبادل اطلاعات منظم بین کشورهای عضو در رابطه با هر فاکت یا تحول مربوط به لیست گذاری ها مورد بررسی قرار می دهد. بیانیه اتحادیه اروپا سپس اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران را به عنوان نهاد تحریم شده ذکر کرده و علاوه بر قاسم سلیمانی بر اسامی کسانی که در مقاطع مختلف لیستگذاری شدهاند شده اند تاکید کرده است از جمله سعید هاشمی مقدم معاون وزارت اطلاعات رژیم ایران اسدالله اسدی نخستین دیپلمات تروریست دستگیر شده با پاسپورت دیپلماتیک رژیم هین مأموریت بمبگذاری علیه مجاهدین منصور ارباب سیر و علی غلام شکوری تروریست های دستندرکار در بمبگذاری علیه سفیر عربستان در آمریکا، عبدالرزا شهلایی و حامد عبداللهی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و همدست قاسم سلیمانی تایمز مقاومت او جیاونده ایران هیئت دو حزبی از ایالات متحده با مجاهدین در اشرف سه دیدار می کند کتاب جدید الانتشار توسط پروفسور دانشگاه بالتیمور و استاد ارشد سیاست ایران دکتر ایوان ساشا شیهان مجاهدین صدها شخصیت را از سراسر جهان دعوت کردند و به آنها امکان دسترسی به همه تأسیسات و اعضای مجاهدین را دادند. شورای ملی مقاومت ایران اعتلافی از سازمان های آزادی بزرگترین و موثرترین سازمان مخالف رژیم فعلی حاکم بر ایران است. زمان آن رسیده است تا رژیم ایران مورد حسابرسی قرار گیرد و مردم ایران به آزادی دست یابند. روزنامه واشنگتن تایمز یک صفحه کامل شماره 5 شنبه 8 اسفند 1398 28 فوریه 2020 را به انتشار کتاب جدید انتشار مقاومت اوجیابنده ایران اختصاص داد این آگهی که به همت کمیته سیاست ایران به چاپ رسیده است درباره این کتاب 106 صفحه ای است که توسط دکتر ایوان ساشاشیهان پروفسور و مدیر اجرایی دانشکده امور اجتماعی و بین المللی در دانشگاه بالتیمور و استاد ارشد سیاست ایران مشاهدات دیدار یک هیئت ارشد دو حزبی از کنگره آمریکا و مقام های ارشد سابق سیاسی، دولتی، نظامی، و اطلاعاتی ایالات متحده از اشرف سه در جویه 2019 را به رشته تحریر درآورده است. برخی از اعضای این هیئت عالی رتبه در مورد این کتاب نوشتند زمان آن رسیده است تا رژیم ایران مورد حسابرسی قرار گیرد و مردم ایران به آزادی دست یابند. شورای ملی مقاومت ایران اعتلافی از سازمان های آزادی خواه از جمله مجاهدین خلق می باشد. این بزرگترین و موثرترین سازمان مخالف رژیم فعلی حاکم بر ایران است. شمار زیادی از اعضای آن در تبعید در خارج از ایران هستند و شمار زیادی هم در داخل کشور برای آزادی مبارزه می کنند. جوزف لیبرمن، سناتور سابق ایالات متحده برخی اوقات در زندگیمان ما فرصت مییابیم آرمانهای فراتر از خودمان را دنبال کرده و مورد حمایت قرار دهیم ساکنان اشرف سه زندگی خودشان را وقف یک ایران آزاد کسرتگرا غیراتمی و دموکراتیک کردهاند همانطور که کتاب مقاومت اوجگیرنده ایران به طور کامل مستند کرده است جستجوی وقف ناپذیر عدالت و آزادی توسط ساکنان اشرف سه تا به امروز ادامه یافته است در نهایت آنها موفق خواهند شد فرماندار تامریچ اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا ساکنان اشرف سه به من نشان دادند که انگیزه و آمال آنها برای حفظ و استمرار مبارزیشان سرشار از تعهداتشان برای آزادی بود. اشرف سه شاهد زنده به آن چیزی است که در ایران قابل تحقق است. اگر یک دولت ترقیخواه جایگزین رژیم فعلی بنیادگرا شود. لویس فری مدیر پیشین تحقیقات فدرال در اشرف سه من بار دیگر یک احساس انسجام یگانی و فاداری و تعهد به همدیگر را احساس کردم آنچه بین ساکنان اشرف سه مشترک است توانایی آنها برای طراحی تطبیق و توفق بر مشکلات است ارتش جیمز کانوی سی و چهار رومی فرمانده تفنگداران دریایی ایالات متحده انگیزه هایی که ما برای ساکنان اشرف سه و مردم ایران داریم این است که آنها از حمایت و حیثیتی که به راستی شایسته آن هستند برخوردار شوند. به تک تک ساکنان اشرف می گویم که لطفاً بدانید که شما بهترین ها هستید. بخش هایی از کتاب مقاومت اوجیابنده ایران آنچه هیئت ما مشاهده کرد یک جنبش سیاسی اپوزیسیون منسجم با تاریخچه طولانی مبارزه علیه بنیادگرایی و دیکتاتوری که توسط یک رهبری پرتوان زنان و یک پلتفرم به خوبی تعریف شده و یک شبکه دقیق حامیان در داخل و در سراسر جهان رهبری می شود و مشتاق است که رژیم تهران را از داخل سرنگون سازد. انگار که ما داشتیم به آینده ایران دموکراتیک مینگریستیم ما دسترسی بدون مانعی به اشرف سه از جمله تأسیسات و بخش‌های مختلف این جامعه و فرصت‌های نامحدود برای دیدار با اعضای مجاهدین داشتیم ما با افراد واقعی با داستان‌های قانه کننده و آرمان‌های قابل تحسینی برای آینده ایران و جهان دیدار داشتیم. مقامات آمریکایی که از اشرف سه در تابستان 2019 دیدار کردند، دریافتند که مجاهدین یک جنبش بسیار حرفه‌ای به خوبی سازمان یافته، متحد به یک مبارزی وقف علیه رژیم و بسیار مطلع درباره تاریخ ایران و سیاست معاصر از جمله دینامیزم داخلی خود رژیم میباشد باشد. کنفرانس پنج روزه در قلب مقامت ایران توانمندی های چشمگیر اپوزیسیون را به نمایش گذارد. دیسیپلین، ساختار، انسجام یگانی، توانمندی برای ساختن و خلق شهری در یک زمین بایر در اروپا، یک تعهد وقف برای سرنگونی رژیم آخوندی و حضور فضاینده اپوزیسیون در داخل کشور در قلب های شورشی. یک آلترناتیو واقعی دموکراتیک و جدی از سوی مجاهدین خلق علیه رژیم ایران به منصه ظهور رسیده است. هیچ سازمان دیگری قدرت سازمانی، رهبری، پلتفرم سیاسی، شبکه اجتماعی و توانمندی های مقابله با رژیم ایران را ندارد. مجاهدین پلی برای آینده روشنتر ایران هستند. قرارگاه پهناور مجاهدین که در یک دره کوهستانی در آلبانی ساخته شده و اشرف سه نام دارد محل استقرار هزاران تن از اعضای جنبش اصلی اپوزیسیون ایران مجاهدین خلق است بسیاری از آنها زندانیان سابق هستند در جویه 2019 بعد از تکمیل ساختمان محل استقرارشان مجاهدین صدها شخصیت را از سراسر جهان دعوت کردند و به آنها امکان دسترسی به همه تأسیسات و اعضای مجاهدین را دادند. هشدار سازمان بهداشت جهانی ابتلا به ویروس کرونا در ایران بالاتر از آمار رسمی است. رژیم ایران مرگ میر کرونا را کمتر از آمار واقعی گزارش می کند. نیویورک تایمز آمار بیماران کرونا در ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی و هزاران نفر است. سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس خبری در ژنو هشدار داد موارد ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایران احتمالاً بالاتر از آمار موجود است. دکتر مایک رایان گفت بیماری کرونا بدون آنکه دیده و تشخیص داده شود وارد ایران شد به همین دلیل ابعاد آلودگی ممکن است وسیعتر از آن باشد که شاهد هستیم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه گفت جهان در یک نقطه تعیین کننده قرار دارد و کشورها هنوز می توانند در صورت اقدام قاطع همین الان این اپیدمی را متوقف سازند او گفت هیچ کشوری نباید فرض را بر این بگیرد که می تواند این ویروس را نگیرد این می تواند یک اشتباه کشنده باشد. این ویروس مرس ها را به رسمیت نمی شناسد. پرس گزارش داد، متخصصان نگرانند با توجه به گسترش سریع کرونا از ایران به کشورهای خلیج فارس، رژیم ایران موارد ابتلا و مرگومی را کمتر از آمار واقعی گزارش می کند. شرکت اطلاعات خصوصی استراتفورد در آستین تگزاس گفت کنترل ویروس کرونا در ایران به دلیل زیرساخت بهداشتی ضعیف یک چالش خواهد بود. این نگرانی از سوی تحلیلگران در گروه اروپا آسیا تکرار شد. ناتوانی رژیم ایران در تصمیمگیری توانایی برای مهار گسترش ویروس در ایران را مختل کرده است. مقام های وزارت بهداشت رژیم ایران روز پنجشنبه گفتند لاقل 245 نفر در ایران مبتلا شده و 26 تن نیز فوت کردند. اما متخصصان بهداشت تخمین میزنند تعداد بیماران بسا بالاتر از این رقم و احتمالا هزاران تن است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد کرونا در حال افزایش در نقاط دیگر جهان است و ایران، ایتالیا و کره جنوبی تبدیل به مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا شدند. گسترش کرونا از ایران به سایر کشورهای جهان موجی از نگرانی را برانگیخته است. نخست وزیر نیوزیلند روز جمعه گفت اولین مورد ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شده است. وزیر بهداشت نیوزیلند گفت فرد 60 ساله مبتلا به کرونا روز چهارشنبه از سفر به ایران بازگشته است. بلاروس اولین مورد ابتلا به کرونا را روز جمعه گزارش کرد. مقامات بهداشت این کشور گفتند فرد مبتلا یک ایرانی است که روز شنبه از باکو آذربایجان وارد این کشور شده است. یک مرد پنجاه ساله اهل گرجستان که از ایران آمده است، در آزمایشات مبتلا به کرونا تشخیص داده شده است. روسیه روز جمعه ورود ایرانیان به این کشور را ممنوع اعلام کرد. وزارت بهداشت انگلستان جمعه تصریح کرد که دو مورد جدید کرونا که در این کشور شناسایی شده، افرادی بودند که پس از سفر به ایران وارد این کشور شده بودند. جمهوری آذربایجان روز جمعه با تایید شناسایی نخستین مورد کرونا در این کشور، اعلام کرد که فرد مبتلا یک شهروند روس است که پس از سفر به ایران وارد آذربایجان شده بود کانادا به شهروندان خود نسبت به سفر به ایران ایتالیا و کره جنوبی هشدار داد امارات متحده عربی، کویت، بحرین، لبنان، افغانستان، پاکستان و استونی در شمال اروپا موارد تازه بیماری را در کسانی که از ایران سفر کردند، ثبت کردند. بسیاری از این کشورها مرزهایشان را با ایران بستند. کنگره آمریکا اظهارات مایک پومپئو رژیم ایران حامی شماره یک تروریسم در جهان است این رژیم یک حکومت خودکامه است 1500 نفر در خلال اعتراضات ماه نوامبر کشته شدند با کشتن قاسم سلیمانی یک تهدید جدی را حذف کردیم من فکر می کنم کشتن قاسم سلیمانی ضروری اما ناکافی بود در عراق هشت و شبی و شپن نظامیان باید بیرون رانده شوند. رژیم ایران نمیخواهد درباره ویروس کرونا اطلاع رسانی دقیق انجام دهد. من نگران هستم که رژیم ایران اطلاعات مهمی را پنهان کند. ما در عراق به دولتی نیاز داریم که برای دفاع از حق حاکمیت خود آمادگی داشته باشد و شپن نظامیان را از داشتن هرگونه کنترل در آن منطقه عقب براند رژیم ایران باعث سقوط هواپیمای مسافربری شد اما درباره آن دروغ گفت رژیم ایران جعبه سیاه هواپیما را هم تحویل نمی دهد <تصحنت> <تصحنت> واشنگتن نهم اسفند 98 وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت رژیم ایران یک حکومت خودکامه و مستبد در طی چهل سال و حامی شماره یک تروریسم در جهان است. اگر ما قاسم سلیمانی را نمی کشتیم، بیشک او در پی حملات بیشتری بود. با کشتن قاسم سلیمانی یک تهدید جدی را حذف کردیم. من فکر می کنم کشتن قاسم سلیمانی ضروری اما ناکافی بود. مایک پومپئو گفت: رژیم ایران میداند که اگر با ما وارد جنگ شود، بازنده قطعی است. ما تلاش می کنیم چین، روسیه و همپیمانان اروپایی اروپاییمان را متقاعد کنیم که نگذارند تسلیحات رژیم ایران که کشور حامی یک تروریست در جهان است، به سایر کشورها برسد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت رژیم ایران صدها نفر از مردم را قتل عام کرده در گزارش ها آمده است که 1500 نفر در خلال اعتراضات ماه نوامبر کشته شدند میلیون ها نفر چهل سال است که در حاکمیت این رژیم مستبد رنج می کشند وزیر خارجه آمریکا افسود تأسیسات ها در ایران به هیچ وجه با هدف ساختن دارو و موارد انسان دوستانه منطبق نیست. ما جلوی رژیم ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای را خواهیم گرفت. وی همچنین گفت در عراق هشت و و شبه نظامیان باید بیرون رانده شوند. ما در عراق به دولتی نیاز داریم که برای دفاع از حق حاکمیت خود آمادگی داشته باشد و شبه نظامیان را از داشتن هر گونه کنترل در آن منطقه عقب براند. کنگره آمریکا اظهارات مایک پمپو. رژیم ایران حامی شماره یک تروریسم در جهان است. این رژیم یک حکومت خودکام. The Iranian regime slaughtered at least several hundred of its own people with reports of as many as 1500 during the protests last November. Many millions more have وزیر خارجه آمریکا درباره پنهانکاری های رژیم آخوندی درباره ویروس کرونا نیز گفت رژیم ایران تمایل ندارد درباره ویروس کرونا اطلاع رسانی دقیق انجام دهد من نگران هستم که این رژیم اطلاعات مهمی را پنهان کند رژیم ایران هیچگاه از نظر دارویی تحریم نشده و نیست علت گسترش کرونا ساختار خراب سلامت در ایران است وزیر خارجه آمریکا درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران و کشته شدن 176 تن از مسافران بیگناه آن نیز گفت رژیم ایران باعث سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی شد اما درباره آن دروغ گفت رژیم ایران حتی جعبه سیاه هواپیما را هم تحویل نمیدهد. در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مایکل مکال از ارشد این کمیته گفت اگر تصمیم قاطع دونالد ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی نبود ما امروز باید جلسه استماع دیگری میگذاشتیم و میپرسیدیم چرا از جان شهروندان ما محافظت نشد به ادامه خبرها توجه فرمایید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای حکومتی شهر تهران اعلام کرد آمار مبتلایان به کرونا در ایران ممکن است ده تا پانزده هزار نفر باشد در چین طی یک روز 25 هزار نفر به آمار مبتلایان به کرونا افزوده شد با ورود کیت های جدید به بازار چین این آمار شدت گرفت و در ایران در بدبینانه ترین حالات آمار مبتلایان ممکن است 10 تا پانزده هزار نفر باشد که البته باید توجه داشت برخی افراد ممکن است به این بیماری مبتلا شده باشند اما خبری از آن نداشته باشند به رغم فراخوان‌های مکرر داخلی و بین‌المللی برای ممنوعیت پروازها به چین، پروازهای ماهان ایر سپاه پاسداران تا روز جمعه نهم اسفند به چین ادامه دارد. روز پنجشنبه وزارت خارجه رژیم اعلام کرد که قراره که اولین محموله کمک چین برای مقابله با ویروس و کرونا روز جمعه نه اسفند با هواپیمای ماهان وارد بشه. در همین روز هواپیمایی ماهان از شانگهای به تهران پرواز داشت. پروازهای ماهان ایر متعلق به سپاه در حالی ادامه دارند که اکثر کشورهای جهان ارتباط هوایی و زمینی خودشون رو با چین قطع کردند. اما حکومت آخوندی که در انزوای بین المللی و محاصره بحران به حفظ ارتباط با چین نیاز داره به پروازهای خودش همچنان ادامه داده و شمار پروازهای اون از 11 بهمن تا امروز به حدود 60 پرواز رسیده. افتضاح این موضوع به حدی بالا گرفت که حتی رسانه های حکومتی هم صداشون در اومده. روزنامه حکومتی آرمان 6 اسفند 98 نوشته که انگشت اتهام مردم برای شیوع کرونا به سمت شرکت هواپیمایی داخلی نشونه رفته و با وجود همه انتقادها هنوز پروازهای شرکت هواپیمای ماهان به چین ادامه داره. این در حالیه که کشورهای دیگه مرزهای خودشون رو بر روی ایران بستن. روزنامه مستقل رژیم هم روز 6 اسفند نوشته که در نیمه اول بهمن مقامات وزارت بهداشت از هواپیمای ماهان درخواست کردند که این شرکت کلیه پروازها به چین رو لغو کنه. بعد از امتناع ماهان انتظار میرفت که وزارت بهداشت روی مسافران و محموله وارداتی از چین نظارت سختگیرانی انجام دهد اما ظاهرا مسئولان در این مرحله هم اهمال کردند و اوضاع وخیمتر شد بله این اعتراف این روزنامه حکومتی هست کار به اونجا کشید که برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران روز هفت اسفند 98 روی این اقدام جنایتکارانه رژیم آخوندی انگشت گذاشت و گفت که رژیم ایران حتی پروازهای هواپیمای ماهان به مقصد چین رو متوقف نکرد در شبکه های اجتماعی مردم با گذاشتن پیام های خشمالودی بر لزوم تحریم و محاکمه گردانندگان هواپیمای ماهان که متعلق به سپاه پاسداران هست تاکید کردند. بله گزارشی بود درباره استمرار پروازهای ماهان ایر به چین. برخلاف ادعای عادی سازی آخوند روحانی از روز شنبه رژیم در روز جمعه به آمار مبتلایان کرونا 143 نفر را اضافه کرد و آن را به 388 تن رساند. رژیم همچنین به لجوار هشت مورد فوت در یک روز را علنی کرد. در همین حال خبرگزاری رسمی رژیم در گذشت آخوند حادی خسروشاهی سفیر قبلی رژیم در واتیکان بر اثر ابتلا به کرونا را اعلام کرد. آخوند زن نور رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجانیز اعلام کرد او هم کرونا گرفته است مردم در شبکه های اجتماعی برایش می نویسند بمیر تا باور کنیم.